مثل قوانین راهنمایی رانندگی است. ما باید قوانین راهنمایی رانندگی رو یاد بگیریم، بعد اونو عمل کنیم و هممون هم باید عمل کنیم. اگه یکی عمل کنه یکی عمل نکنه، اون میزنه اینو از بین میبره. باید زن و شوهر با هم عمل کنن، پدر و مادر و فرزند با هم عمل کنن، کارفرما و کارگر با هم عمل کنن، شرکا با هم عمل کنن، تو این کوچه و خیابون و بازار با هم عمل کنیم اون دستوراتو. متاسفانه کمتر بیان شده، کمتر دنبالش رفتیم، تو مدرسه ها و دانشگاه های ما کمتر اینا آموزش داده شدن، در منبرها و محافل ما کمتر اینا بیان شدن. بندم واقعا نمیخواستم بیان کنم، گفتم تو این پنج شب من چی بگم، اما دیدم المیسور لا یترک بالمعسور. فردا شب انشالله من اون محور رو با یه اصل براتون طرح میکنم. تا اونجایی که این برادر کوچیکتون تحقیق و تتبع کرده، 70-80 اصل مهم غیر از آداب بر روابط ما، معاشرت ما، ارتباط ما، تعامل ما، بدبستون ما باید حاکم باشه به عنوان یه مسلمان. انشالله از فردا شب در خدمتتون هستیم. ولی شما رو به خدا نگاه کن جوون عزیز، شما نگاه کن، مگه نمیخوای امام حسین بهت نظر رحمت کنه؟ عرضم تمام. مگه نمیخوای امام حسین بهت نگاه محبت آمیز کنه؟ چه کار کنم؟ خیلی گریه کنم؟ آره گریه کن، گریه کن، ولی تو دل گریت بگو حسین کمکم کن بتونم خوب پدرداری کنم، کمکم کن بتونم خوب مادرداری کنم، کمکم کن بتونم خوب شوهرداری کنم، خوب زنداری کنم، خوب بچه داری کنم، کمکم کن ارتباطم رو با مؤمنین درست کنم. و ببینی امام حسین اگه درست رفتار کردی چقدر نظر بهت میکنه. میگه شب خوابیده بودم در عالم رؤیا، دیدم کنار قبر شش گوشه ابا عبدالله الحسینم. این عالم جلیل القدر میگه، میگه همینجور رو به زری داشتم زیارت عاشورا میخوندم، زیارت امام حسین میخوندم، یه دفعه دیدم یه جوانی آمد، قربون این جوانای با معرفت با مرام من برم، دیدم یه جوانی آمد دم در ورودی داخل ذریح آقا ایستاد، دستشو گذاشت به سینش، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا تا این جوان سلام گفت در عالم خواب، یه دفعه من دیدم امام حسین نشسته رو زری داره به این جوان لبخند میزنه و جواب سلامشو میده. بعد یه جمله امام حسین بهش گفت، صدا زد جوان از الان تا آخر عمرت هر بار که اومدی بیا جمال منو ببین و برو. جمال من ابا عبدالله ارزانی تو. اخواب بیدار شدم، خلاصه کنم، فردایش اومدم مشغول به زیارت شدم کنار قبر شش گوشه ابا عبدالله. خدا قسمتتون کنه امشب بگیرید، انشالله یه اربعین کربلا باشید، بین الحرمین باشید. میگه همینجور که داشتم زیارت میخوندم یه دفعه دیدم اون جوان اومد، همون جوانی که دیشب خواب دیده بودم، یه دفعه دیدم دستشو گذاشت به سینه، یه دفعه دیدم لبخند زد، و این لبخندی که زد فهمیدم که جواب لبخند ابا عبدالله است، این داره حسینو میبینه. رفت زیارتم خیلی مفصل نگرد، دوان دوان رفتم دنبالش. صدا زدم جوان من دیشب تو رو خواب دیدم، تو چه کردی امام حسین بهت انقدر عنایت کرده؟ صدا زد آقا من کاری نکردم، من فقط مال این روستا هم، مال نزدیکی های کربلا عرب بادیم، من یه پدر مادر پیری دارم، این پدر مادر من عاشق ابا عبدالله الحسین هستن، هر شب جمعه اینا رو نوبتی با اولاغی که داریم میارمشون زیارت ابا عبدالله الحسین. هفتین امشب که اومدم، امروز که اومدم نوبت پدرم بود، مادرم برگشت به من گفت عزیز دل مادر منو نمیبری، به دلم افتاده خیلی عمر ندارم، میترسم تا هفته دیگه مهلت نشه و منو نمیبری زیارت امام حسین. گفتم مادر هوا سرده، مرکب نمیکشه، محضر شما مشکل هست. صدا زد قربونت برم منو ببر، الهی که حسین بهت نظر محبت کنه منو ببر، لا اله الا الله.
میگه اونو سوار مرکب پدرم رو، مادر رو سوار دوش خودم کردم، با پای پیاده آوردمش تا اینجا، از پام خون اومد، پدر و مادرم رفتن زیارت، اما تا من اومدم داخل بشم یه دفعه دیدم ابا عبدالله رو زریح نشسته. صدا زدم السلام علیک یا ابا عبدالله، آخ امام حسین صدا زد جوان و علیک السلام. به خاطر این محبتی که به پدر و مادرت کردی میدونی میخوام چی بهت بدم؟ تا آخر عمرت هر بار اومدی بیا جمال منو ببین و برو، همه صدا بزنید حسین. اما اینجا یه جمله بگم، صدا بزنم آقای جوون جمالتو دید لبخند زد خوشحال شد، اما یکی دیگه هم جمالتو رو دید، لا اله الا الله، بقیه شو دیگه نمیخونم، گوشه خرابه. آخ این سر بریده را گذاشت جو مقابلش، هی نگاه نگاه کرد به صورت بابا، صدا زد یا ابتا من الذی ایت منی فی صغر سنی. بگم مصیبت کجا بود؟ اونقدر این جمال دل ای دختر رو برد، یه دفعه همه دیدن سر بریده افتاد یه طرف، بدن بی جان رقیه، همه بگید حسین.